تصمیم گریفت در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. جزئیات تازه از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری ایران، زعامتی که موقتی شروع شد اما نزدیک به 3 دهه است که ادامه دارد. بعد از 28 سال برای اولین بار ویدیویی از جلسه انتخاب رهبر فعلی ایران منتشر شده که در آن آیت الله خامنه ای انتخاب خود به عنوان جانشین آیت الله خمینی را دارای اشکالاتی اساسی می‌داند، از جمله اینکه حتی حاضران در جلسه خود را شرعاً و قانوناً به قبول حرفای او ملزم نمی‌دانند. این فیلم قبلا در اختیار عموم نبوده و رسانه‌های دولتی در ایران آن را به جز چند دقیقه منتشر نکردند. در این نشست همچنین تاکید می‌شود که انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت است و بعد همراه با قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته می‌شود. علی همدانی گزارش می‌دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی مجلس گردان اصلی. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت و عضو مجلس خبرگان هم در جلسه حضور دارد. خیلی خوب، آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. بحث داغ بر سر شورایی شدن رهبری نظام یا فردی بودنش. آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند قیام بفرمایند. در هنگام رأی‌گیری برای فردی بودن رهبری نظام، خود آیت الله خامنه ای نشسته و به فردی بودن رهبری رأی نداد. تشریف بیارید. این بخش از واکنش آقای خامنه ای اما تا حالا هرگز دیده نشده. او معتقد است انتخاب او به عنوان رهبر اشکال دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در 1-2 هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. و اصرار حضار از جمله آقایان امامی کاشانی، آذری قمی و هاشمی رفسنجانی برای انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت تا زمان تغییر قانون اساسی. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. نکته موقتی بودن رهبری آیت الله خامنه‌ای که به نظر می‌رسد از جمله دلایلی است که خود آقای خامنه‌ای به همان دلیل این سمت را قبول کرد، از درهای این جلسه بیرون نیامد. پس از برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی در مرداد همان سال هم، آنطور که برخی از منتقدان انتخاب آقای خامنه‌ای و مطلعان این جلسه میگویند، قرار بود رهبری موقت او در جلسه دومی ارزیابی شود که نشد و او در جایگاهش ابقا شد. معلوم نیست این ویدیوی 16 دقیقه‌ای چطور از بایگانی ها بیرون آمده، اما در این روزهای پربحران در ایران میتوان گمانه زد که منتشر کنندگانش به دنبال چه هستند. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3. علی همدانی، BBC. شاهد علوی روزنامه‌نگار که این فیلم رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده از واشنگتن با ماست. آقای علوی،
در آخر گزارش گفته شد که معلوم نیست چطور این ویدیو به رسانه ها درز کرده. شما چطور به دستتون رسید؟ من این ویدیو رو در واقع از طریق یک منبع داخل ایران دریافت کردم. قاطعا به خاطر حفظ امنیت منبعم نمیتونم بگم کی هست، ولی از این برای من رسیده. من در واقع دو سه روز اینو دارم و بعد وقتی که متوجه شدم ویدیو صحت داره و صحتش رو تایید کردم با بررسی موضوع و البته این که اینقدر منتشر نشده، در نهایت دیروز منتشرش کردم. گفته شده که اون جلسه جلسه طولانی بوده، ضبط هم شده. چطور این بخش انتخاب شده؟ اطلاعی دارید؟ نمیتونم حدس بزنم، فقط نمیتونم که من یه بررسی کردم با کسانی که قبلا در صدا و سیما مسئولیت داشتند. عملا ویدیوهای مربوط به مجلس خبرگان در دسترس همگان در صدا و سیما نیست و دسترسی بهش خیلی محدودیت داره. منتها من میتونم بگم که احتمالا این منبع بنده حالا به طریقی به دست آورده این رو و 19 دقیقش رو از جایی که آقای جنتی دفاع میکنه از فردی بودن رهبری تا پایان رأی گیری که آقای خامنه‌ای به طور موقت انتخاب میشه برای من فرستادن. احتمالا انتخاب این مقطع برای این بوده که فکر کردن مطالب مهم اینجا گفته میشه در این 19 دقیقه. آیا به شما گفته شد که باید الان منتشر بکنید یا اینکه میتونستید هر وقت خواستید منتشر بکنید؟ در واقع کسی که فرستاده بود اصرار داشت این ویدیو بلافاصله منتشر بشه، منتها من در واقع از کم دو سه روزی دست نگه داشتم که بررسی کنم صحت ویدیو رو. من با عنوان روزنامه‌نگار چون ارجحیت سیاسی خاصی ندارم، وقتی بهم خبری میرسه و فکر کنم خبر معتبریه، وظیفه دارم منتشر بکنم. اما ایشون من فکر میکنم فرستنده این ویدیو مایل بود خیلی زود منتشر بشه. اون چیزی که الان منتشر شده آیا کاملا چیزیست که در اختیار شما قرار گرفته یا اینکه ممکنه خود شما هم بخشی رو انتخاب کرده باشید؟ نه، در واقع دیروز یه تیکه کوتاه 6 دقیقه از این ویدیو من منتشر کردم، نسخه 19 دقیقه که برای شما فرستادم و امروز هم پابلیک میشه، جای دیگه منتشر شده. تمام اون چیزی که ما داریم 19 دقیقه است و چیز من در واقع برای خودم قائل نبودم که دخل تصرف درش داشته باشم. و در نهایت آیا کسی که این ویدیو این تصاویر رو در اختیار شما گذاشته خط و ربط سیاسیش معلوم هست؟ نمیتونم با قطعیت بگم، اما ممکنه این فرد به دلایلی از وضعیت فعلی ناراضی باشه، چون میشه بعضی یک تفسیر هست که میگه ممکنه این برای این هست که سالگرد مرگ آقای رفسنجانی نزدیک، اما فکر میکنم بیشتر این ناظر به صحبت‌های آقای خامنه‌ای هست در این ویدیو. علی خامنه‌ای به صراحت میگه لیاقت رهبری نداره، مایل به انتخاب این پست نیست، صلاحیت فقهی و شرعی و قانونی نداره. و شاید فرستنده فکر کرده در شرایطی که مردم ناراضی‌اند و شعارهاشون در اعتراضات روزهای اخیر متوجه رأس نظام بوده، انتشار این ویدیو کمک میکنه به در واقع مشروعیت دادن به اون شعارها حتی از نظر طیف مذهبی که نظام سیاسی رو قبول دارن در ایران. ممنونم از شاهد علوی روزنامه‌نگار که این فیلم رو در اختیار بی بی سی قرار داد از واشنگتن. مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه هم از واشنگتن دی سی ماست. آقای خلجی، درباره محتوای این جلسه این طرف اون طرف مطالبی گفته شده بود در گذشته، در خصوصا در خاطرات آیت الله، در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی. از نظر محتوا اگر نگاه بکنیم، صرف نظر از اینکه خب این ویدیو بخشاش تا حالا دیده نشده بود، چقدر تازه است؟ خب بعضی از تعبیراتی که آقای خامنه‌ای راجب خودش به کار میبره به این صورت تا حالا من جایی ندیده بودم و شاید برای بسیاری تازه باشه، ولی نخستین نکته‌ای که به نظر میاد این هست که همونطور که آقای خامنه‌ای در این ویدیو میگه، از هفته‌ها قبل و بلکه طبق خاطرات روزانه آقای هاشمی رفسنجانی از ماه‌ها قبل برنامه کنار گذاشتن آقای منتظری در دستور کار این سه نفر بوده، یکی آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و آقای سید احمد خمینی، و در اون جلسات بحث راجع به آینده رهبری می شده و در حقیقت در همون جلسه هم تصمیم گرفته شده که آقای خامنه‌ای رهبر بشه. منتها همونطور که می بینید آقای خامنه‌ای بسیار نگران بود
از این که با توجه به نداشتن مقام به اصطلاح مطلوبیت یا محبوبیت سیاسی لازم و از اون طرف فقاهت نگران واکنش روحانیان بود، نگران واکنش اعضای مجلس خبرگان بود و نیروهای سیاسی. و در حقیقت در این جلسه کاری که میکنه ایشون اینه که اتمام حجت میکنه، یعنی به همه میگه ببینید من خودم قبول دارم که نه از نظر سیاسی نه از نظر فقهی صلاحیت عهده‌دار شدن این مقام رو ندارم و شما به حرف من گوش نخواهید کرد، شما که فقیه هستید به حرف من گوش نخواهید کرد. ولی وقتی که بیش از دو سوم رأی میدن به رهبری ایشون، ایشون در حقیقت یک بیعت میگیره از اعضای شورای اعضای مجلس خبرگان تا راه رو در آینده بر خودش آسان‌تر بکنه. این نگاه آیت الله خامنه ای که خودش صلاحیت خودش رو بارز و کافی نمیدونسته، آیا اهلیت او رو به عنوان رهبر بعد از اون تحت علامت سوال قرار میده یا نه؟ قطعا همینطوره. اگر یک شخصی خودش مجتهد باشه واجب هست بر خودش اینکه طبق فتواهای خودش عمل کنه، اما تشخیص اجتهاد بر عهده خود آدمه، یعنی من خودم متوجه میشم که مجتهد هستم یا مجتهد نیستم. کسی که رسما خودش گفته من فقیه نیستم، من صلاحیت صدور فتوا ندارم، من نمیتونم حکم صادر بکنم، در حقیقت کسی نمیتونه به هیچ وجهی برای ایشون اجازه اجتهاد صادر کنه، فقاهت ایشون رو به رسمیت بشناسه. در حقیقت اتفاق بسیار عجیبی افتاده، به خاطر اینکه بسیاری از کسایی که اونجا نشستن فقیهن در مجلس خبرگان. یک شخصی میگه من فقیه نیستم، ولی اونا میگن که نه خیر شما الان فقیه هستی رو اشکال نداره، ما شما رو به رهبری منصوب میکنیم. کسی نمیتونه یک شخصی رو به فقاهت به اجتهاد منصوب کنه. فقاهت یک توانایی ذهنی، یک آموزش فکری است که یک شخصی در طی سالهای زیادی به دست میاره و خودش متوجه میشه که آیا مجتهد هست یا نه. نکته مهمتر این هست که ما رو توجه میده به این که فرایند انتخاب رهبری بیرون از مجلس خبرگان بخش عمدش انجام میشه. همونطور که قبلا هم گفتم در یک جلسه سه نفره بحث رهبری انجام شده، آماده شده و در حقیقت در مجلس خبرگان یکی این که بیعت پیشاپیش میگیرند از اعضای خبرگان برای رهبری آقای خامنه‌ای و دوم این که به صورت تشریفاتی این رهبری رو قانونیش میکنند. در حقیقت باز در مورد قانونی بودنش هم بحث خیلی زیاد هست. جایگاه تشریفاتی مجلس خبرگان الان هم موضوعیت داره، آیا این روش ممکنه که الان هم به کار برده بشه؟ ببینید زمان این خبرگانی که آقای خامنه‌ای رو به رهبری تعیین کرد تقریبا اکثر اعضایش از مجتهدانی بودن که در استانها یا مناطق خودشون اعتبار داشتن، اقتدار داشتن، مرجعیتی داشتن برای خودشون. مجلس خبرگانی که الان ما میبینیم اکثریت قریب به اتفاقش از کسانی هستند که اولا فاقد درجه اجتهادند، سواد فقهی ندارند و ثانیاً اعتبار عمومی هم در منطقه خودشون ندارند. بسیاری از اونها انقدر جوان هستند که هیچ گونه سابقه سیاسی ندارند، نه در انقلاب نه بعد از انقلاب. و آقای خامنه ای نه تنها با چنین حکمی رهبر شد که در 30 سال گذشته سعی کرد مجلس خبرگان رو از وظیفه اصلی خودش که نظارت بر رفتار رهبر هست باز بداره. یعنی مجلس خبرگان نه تنها نقش چندانی در تعیین رهبر نداره که نقش چندانی در نظارت بر رهبری هم نداره. یک مجلسی بسیار تشریفاتی که هر سال چند بار این مجلس ختم یک مجلسی برگزار میکنه. گفته میشه که خب این رأی‌گیری با انتصاب در حقیقت یک نوع انتصاب موقت بوده، آیا اون چیزی که بعداً رخ داد ناظر به همین موقت بودن این رأی‌گیری بود؟ ببینید اولا که ما انتخاب موقت نداریم. بر طبق چه قانونی، بر اساس چه قانونی، کدوم ماده قانون اساسی اینها انتخاب موقت کردن؟ خود انتخاب موقت غیر قانونی بود اولا. ثانیا بحث انتخاب موقت بعدها درس کرد بیرون، وگرنه اون روزی که روز 14 خرداد وقتی رهبری آقای خامنه‌ای
اعلام شد از طریق صدا و سیما هرگز گفته نشد که ایشون رهبر موقت هستن و بعد از برگزاری همه پرسی قانون اساسی ما دوباره ایشون رو انتخاب میکنیم. بنابراین ایشون رو به عنوان یک رهبر مادام العمر، رهبر دائمی معرفی کردن به جامعه و تبلیغ کردن و از فردای روز رهبری هم آقای خامنه‌ای شروع کرد به دیدارهای رسمی و همینطور احکام سیاسی و احکام مدیریتی صادر کردن. بنابراین این مسئله یک در حقیقت ترفندی است که برای حل معضلات قانونی این انتخاب سالها بعد مطرح شد. ما در 10-11 روز اخیر شاهد اعتراضهایی بودیم که بخشی از اون اعتراضها آیت الله خامنه‌ای رو نشانه گرفته بود و مشخصا جای نگاهی انتقادی داشت. حالا انتشار این ویدیو در چنین فضایی چه پیامدی میتونه داشته باشه، چه تصویری، چه اهمیتی میتونه داشته باشه و اثری؟ ببینید، فرمانده سپاه تقریبا بدون بردن نام آقای احمدی نژاد رو یکی از متهمان اصلی در برانگیختن این شورش های اخیر معرفی کرد. هیچ بعید نیست که فرض کنیم مثلا یک حلقه مثل حلقه آقای احمدی نژاد نقش داشته در انتشار این ویدیو برای اینکه اعتبار آقای خامنه ای رو از زبان خودش زیر سوال ببره. شما میدونید که در همین شورش هایی که اخیراً اتفاق افتاد، یکی از شعارهایی که در شهرهای مختلف در روزهای مختلف شنیده میشد، شعارها علیه شخص آیت الله خامنه ای بود و شاید بیش از هر موقع دیگه این شعارها سر داده شد. بنابراین اعتبار رهبری آقای خامنه ای زیر سوال رفته. اما یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که مسئله رهبری آینده است. همونطور که میدونیم هیچ الگو و رویه جا افتاده و تثبیت شده ای برای تعیین رهبری وجود نداره. آقای خمینی که بر اساس یک انقلاب و در یک فضای انقلابی بدون اینکه کسی او رو منصوب بکنه رهبر شد. آقای خامنه‌ای هم به این شکل غیر قانونی و در حقیقت خارج از مجلس خبرگان رهبریش به تصویب رسید. و سوال این هست در رهبری آینده کدام نیروها، کدام حلقه های قدرت، کدام مراکز تصمیم گیرنده اصلی، نیروهای نظامی، نیروهای اطلاعاتی یا نیروهای سیاسی هستند که خارج از مجلس خبرگان نقش اصلی رو خواهند داشت در تعیین رهبر و در حقیقت مجلس خبرگان یک نقش تشریفاتی بازی میکنه. این نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان یک نظام انقلابی هست، نه یک نظام، یک دولتی که رویه های تثبیت شده درش به رسمیت شناخته شده باشه. سپاسگزارم از مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن دی سی با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ما. آقای نامور حقیقی، در این ویدیو آیت الله خامنه ای بیان میکنند که رضایت چندانی از پذیرفتن مقام رهبری ندارند و حتی در مورد صلاحیت خود هم حرفایی رو میگند. آیا اون میتونه اثری بگذاره بر تمام این 28 سالی که ایشون مقام رهبری رو داشتند؟ خب بخشی از صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای میکنه صحبتهایی بوده که منتقدان در مورد موقعیت ایشون در هنگام گرفتن سمت رهبری مطرح کردن. مسئله اجتهاد ایشون مواردی بوده که بسیار بخش از فقها نقد کرده بودن و اینکه در قانون اساسی در اون موقع مجلس خبرگان نمیتوانسته کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کنه که شرایط قانونی رو نداشته، چون قانون اساسی هنوز تغییر نکرده بوده. این دوتا انتقادی بوده که در اون مطرح میشه. بخشی هم البته باید توجه داشت که علما سیستم بیانشون این هست که همیشه سعی میکنن در بیان ظاهری برحال در عمومی بگن ما خیلی بیان متواضعانه بگیرن در مورد خودشون، ولی به هر حال در مجموع اگر بخوام جمع بندی کنیم، بله، این صحبت ها از این بابت نقد های بیرونی رو تاییدی میبخشه از زبان خود آیت الله خامنه ای. اما توجه باید داشته باشیم که به هر حال جریان سیاسی اون موقع چاره ای نداشته جز این کار، برای اینکه اونها با پس زدن آقای منتظری، آیت الله منتظری، مجبور بودن کسی رو انتخاب کنن و نمیخواستن این رهبری به دست جناح راست بیفته. توی مجلس هم شورایی نتونست رأی بیاره، بنابراین در یک اقدام ناگزیر
مجبور شدن که آقای خامنه‌ای رو انتخاب کنن. آقای هاشمی، آقای احمد خمینی، اینا معتقد به کار شورایی بودن ولی خب نشد و در مجموع آقای هاشمی تصمیم گرفت که آقای خامنه‌ای بهترین کسی است که میتونه کارو براش انجام بده بدون که قدرت بیفته دست جنای راست. حرف از موقت بودن هم هست در این ویدیویی که منتشر شده. آیا آنچه که بعداً اتفاق میفته ناظر بر همین موضوع هست؟ آیا با نگاه به این که یک تصمیم موقت گرفته شده بوده قضایا پیش میره؟ ببینید، آقای خامنه‌ای نظرش این بوده که من نمیخواستم رهبر بشم ولی من رو انتخاب کردن و وقتی من رو انتخاب کردن دیگه من مانند ولی امر رفتار خواهم کرد. بنابراین از همون فردای روزی که به رهبری انتخاب شد، رفتار آیت الله خامنه‌ای مانند رهبری بوده که به طور دائمی انتخاب شده و بسیار با استحکام و با صلابت رفتار کرد. و جلسه ای هم که بعدا قرار بوده ظاهرا دوباره در این مورد بحث بشه، بنا به گزارش هایی که من شنیدم اون جلسه تشکیل نشده. ولی به هر حال بعد از رأی گیری قانون اساسی به هر حال موضوع میره به سمت دوباره رأی گیری کردن و مجلس خبرگان حالا با لابیایی صورت میگیره، با بحثایی که صورت میگیره یا شرایط رو بهشون مطرح میکنن که شرایط خطرناکه، ایران در موقعیت حساسی قرار داره. بالاخره در مجموع همه رأی قبول کردن که آیت الله خامنه‌ای دوباره رهبر بشه و این روندی بود که ادامه داشت. نباید فراموش کرد که آقای هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی داشت در جا انداختن و تایید این پروسه که در میان علما، نیروهای سیاسی و گروه‌های بوروکراتی که در سیستم وجود داشته. ممنونم از علیرضا نامور، حقی تلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا و با پوزش به دلیل اینکه ارتباط ما با اختلال همراه بود و تصویر آقای نامور حقیقی رو نداشتیم.